بچه نرم افزار ویژوال استودیو اولا قیافش به این شکله وقتی نصبش میکنید و حالا یه سری چیزها رو میتونید در موردش بخونید. این صفحه ولکامش هستش. خب نیو فایل داری، اوپن فایل داری، اوپن فولدر داری، ران کامند داریم. اینا پروژه قبلی هستش که من باز گذاشتم و اینجا حالا در مورد یه سری دیتا هایی که هستش میتونید روش کلیک و با مور بزنید از این حرف. اما با این کاری ندارم، من کلا من با این قضیهش کاری ندارم. من میخوام پروژه پایتون بسازم. اینا چیه؟ اینا چیان؟ این جلسه نمیرسیم واقعا. میخوام برای شروع کنم بهتون بگم به چه صورت هستش. یه مقدار طول میکشه. اولا این نرم افزار، نرم افزاری هستش که شما تو همه زبانه برنامه‌نویسی میتونید استفاده کنید. شما میتونید باهاش وب بنویسی، HTML، CSS، جاوا اسکریپت، ریاکت، چه میدونم نود، لاراول، PHP، پایتون. حتی خب به درد اپلیکیشن نوشتن که نمیخوره واقعا، من توصیه نمیکنم برای اپلیکیشن ازش استفاده بکنید، ولی به درد هوش مصنوعی هم خیلی خوب میخوره، خصوصا پایتون. مثلا کلا پایتون ها رو بخوام جای تدریس بکنم با ایشون تدریس میکنم، خیلی هم سبکه و اینکه هم سیستم عاملش ممکنه تن نباشه. خب چجوری من میتونم پروژه بسازم؟ آب خوردن روی گزینه فایل، اوپن فولدر. شما میتونید در واقع بیاید روی ایشون کلیک بکنید. باز من میام اینجا فایل، گزینه اوپن فولدر. توی محیط دسکتاپتون دیگه سمت چپتون اگه نگاه بکنید یه دونه آیکونی داره به نام دسکتاپ، روش کلیک بکنید، یه فولدر بسازید. من اینجا می‌نویسم پایتون سشن وان شریف و روش کلیک میکنم و سلکت فولدر رو میزنم. خب یه محیط، این چیزی که اینجا دارید میبینید الان این نوشته پایتون سشن وان یک شریف و در واقع انگار تو فولدرش. این ویلکام رو ببندید. ایشون محیط این ور که میبینیدش محیط کد زدن شماست. این سمت هم در واقع ریشه یا روت پروژه شما هستش، هر چیزی که توش قرار میدید. با این ستا من فعلا کاری ندارم. ایشون برای در واقع سورس کنترل یا گیت هستش، میتونید ازش استفاده بکنید. ایشون برای دیباگ کردن بماند زوده، ایشون برای سرچ کردن توی فایلاتونه و ایشون هم که مهمترین قسمتتون هستش اکستنشن هاتونه. شما میتونید به این نرم افزار اکستنشن اضافه بکنید. مثلا چی؟ من بیام یه کاری بکنم ایشون بتونیم توش پایتون بنویسیم. الان معلومه، نگاه کنید، بیاید اینجا روی اسم در واقع کنار اسم پروژهتون یه گزینه داره به نام فایل، یه گزینه داره به نام فولدر. ایشون هم رفرش میکنه، ایشون هم فولدر رو مرتب میکنه. میام اولین کاری که میکنم یه نیو فایل میذارم، پسوند تمام فایل های پایتون اینجا بدونید. من اینجا پرینت درست کنم، پسوند تمام چی اومد بالا؟ پینت، پسوند تمام فایل های پایتون پی وای. یعنی شما میخوای یه دونه فایل بسازی، مینویسی مثلا first.py، چه میدونم second.py یا اسم دیگه، حالا اسم name.py، هرچی پایتون، پسوند پایتونه. مثلا PHP پسوندش PHPه، جاوا مثلا JSPه، چه میدونم C#، CS، HTMLه، یه همچی چیزی، هرچی یه پسوندی داره. JS، JS، HTML، HTML، CSS، CSS، React، حالا در واقع JSX، هر کدوم یه پسوندی داره، کاری نداره. شما میاید اینجا برای اینکه بتونید پایتون بنویسید، اولین کاری که بکنید برای این فایل پایتونی بسازید. مثلا من اینجا بنویسم index.py. ببین خودش برای آیکون پایتون رو اومد اینجا گذاشتش، عکس دوتا ماره. اینجا میزنید و اینجا میخواید شما شروع کنید پایتون نوشتن. الان برات محیط پایتون رو میاره. من کاری به این نرم افزار ندارم. اگر میخوای یاد بگیری با این نرم افزار چجوری میتونی کار کنی، برو تو سایت گذاشتم. هم نحوه قالب در واقع براش دانلود کردن، کانفیگ کردن، هر کاری میخوای بکنی برو تو سایت گذاشتم آموزش رو، برو یاد بگیر. اینجا دیگه من اینها رو نمیام کار بکنم، من فقط میام شروع کنم درس دادم و کار کردم. الان اینجا به طور مثال من میام بنویسم print و بنویسم hello world، ببینم آیا برای من اجرا میکنه یا نه. خب گزینه داره به نام ترمینال. اگر ترمینال رو بزنی، نیو ترمینال بزنید، این پایین براتون ترمینال باز میکنه و منتظر میشه که شما چیکار کنی، در واقع بیای کد رو اجرا کن. ببین دقیقاً هم آدرسش همینه، سی یوزر جار نیم را دسکتاپ پایتون سشن 1.1 در واقع شریف. اگه حتی دی آی آر بزنید براتون چیکار میکنه، تمام فایل هایی که توی پروژه هستش رو نشون بده. دی آی آر یعنی چی؟ تمام فایل ها و فولدر هایی که توی پروژه من هستش رو بیا بهم
نشون بده زمانش کی درست شده، مدش چیه و اسمش چیه. خب اینجا اگر من بیام این رو بخوام اجرا بگیرم باید چیکار بکنم؟ گزینه دارم میرم ران استارت دیباگینگ گذاشته، ران ویت اوت دیباگینگ کنترل اف 5 استارت دیباگینگ اف 5. حالا من میام اینجا اف 5 رو میزنم. خب میگه میخوای این رو در واقع دیباگ بکنی؟ میام میگم بیا برام اجراش کن. اومد اینجا برای من این مسیر رو اجرا کرد و گزینه چی رو برگردون، مقدار چی رو برگردون، هلو ورد، همین هلو ورد که اینجا می برای شما همچی کاری نخواهد کرد. خب برای شما این کار رو نخواهد کرد. این گزینه هم یادتون باشه، این دوتا در واقع فایل که میرید رو هم دیگه هستن، وقتی میزنی میاره توی پروژهتون و فایل هایی که توی پروژهتون وجود داره. خب من زدم بیاد برام در واقع رام بگیره، یا این گزینه هم بزنید ران پایتون رو، این گزینه اینجا بزنید یا براتون خروجی این کدی که نوشتید رو اجرا میکنه. برای شما طبیعتا این کار رو نخواهد کرد. میاد میرید روی گزینه اکستنشن و توی سرچ، بعد به اینترنت هم وصل باشی، می نویسی پایتون و براتون در واقع این گزینه اول که اگه بازش بکنم بیشترین دانلود رو هم داره. بذار ببینم، آره این اولی است، همینه دقیقه، خیالم راحت. 42 میلیون خورده نفر نصبش کردن و مال من میبینید اینستاله. من حتی اگه ویژوال استودیو پاک بکنم توی در واقع حالا توی اون اصطلاحا توی اون هارد من، توی اون رم من اطلاعاتش میمونه و هر دفعه هم که نصب بکنم اون اطلاعات قبلی رو داره، یعنی حتی هر چی پلاگی من نصب کرده باشم رویشون هستش، بخاطر هم با خیال راحت پاکش کردم. شما میاد اینجا گزینه اینستال رو میزنید، خودش سر اینجا دیتا براتون گذاشته، زیاد ببین دیتاش کاری نداشته باشید. من این رو میبندم. پس روی این گزینه اولی نوشته پایتون اینتلیجنس در واقع نوشته دیباگ میکنه برات و خیلی کارهای دیگه، میتونید بیاید نصبش بکنید که بیاید شروع کنید ازش استفاده کردن. خب من این رو میبندم. پس اینجا اکستنشناتونه. شما اگه میخواید یاد بگیرید این نرم افزار چجوری کار میکنه برید فیلم هامو ببینید، اینجا تایمش نیستش که در موردش صحبت بکنیم. اینجا فایلاتونه، اینجا میتونه محیط رانتون بشه. من واقعیت اینجا زیاد باش میونه خوبی ندارم. میایید اینجا و میخواید این پروژه رو ران بگیرید. برای چی کامند پرامپت رو بهت آموزش دادم؟ برای اینکه بیاید توی این پروژه. خب شما الان کجایید؟ توی این قسمت. ببخش من میخواستم سریع جمعش بکنم، طول کشید. الان شما تو کجایید؟ در واقع تو یوزرز توی جارو دیم ران. الان شما اینجایید. اگر یه دی آی آر بزنید بهتون تمام فایل ها رو نشون میده که اینجا هستید. من میخوام تو دسکتاپ بنویسم سی دی دسکتاپ و CLS. دوباره دی آی آر هم رو میزنم دنبال این فولدری که ساختم هستم، پایتون سشن یک، دنبال پایتون سشن یک اینجا این هاشش. میبینید میزنید CD یعنی Change Directory کن پایتون داش در واقع سشن داش وان، همین تب رو بزنید براتون میاره واردش شد. دی آی آر بزنید، الان تمام فایل هایی که داخلش هستش نشون میده، فقط ایندکس رو داری. کافی هستش که کلمه کلیدی پایتون رو بنویسی و اسم فایلت رو بزنی. خب پایتون یعنی چی؟ یعنی پایتون بیا هر چی که تو این فایل طرف پایتون نوشته رو اجرا کن. میزنم برام هلو ورد رو چاپ کرد. اینم نحوه اجرا گرفتن. من تو کامند پرامپت یا پاورشل راحت‌ترم برای اجرا گرفتن فعلا برای کاری که داریم انجام میدیم. بعد اگه موقع پروژه بزرگتر بشه خب راه زیاد هستش. خسته نباشید.